Permesso? Permesso? Scusate tanto, ma stamattina andando via ho dimenticato i guanti. Eccoli. Grazie tante. Buongiorno. Scusate. این اسپاگتی با سس ساده گوجه فرنگی. همونطور که مشاهده میکنید رشته های این اسپاگتی ببین به صورت درسته و بدون اینکه شکسته بشه در آب جوش گذاشته میشه و قبل از اینکه خیلی نرم بشن اونها رو در آب کش میریزن. به عبارت دیگه در ایتالیا دم کردن اسپاگتی وجود نداره. شاید جالب باشه براتون که بدونید که در ایتالیا بیش از 100 نوع پاستا وجود داره که اسپاگتی یکی از اوناست. الان امروز میخوام به شما نشون بدم که ایتالیایی ها با چنگال چطوری این اسپاگتی رو میخورن. احتمالاً الان بعضی دارن میخندن و میگن خب معلومه که با چنگال میزنید داخل اسپاگتی و میخورید. در ایتالیا همونطوری که خدمتتون عرض کردم روش پخت اسپاگتی با ایران متفاوته و برای همین خوردنش کمی سخته. ببینید اینجوری باید کرد. یه مقدار از اسپاگتی رو جدا میکنید به این شکلی که من الان دارم به شما نشون میدم. ببینید بعد اونو در کنار بشقابتون گرد میکنید همینجوری که من دارم نشونتون میدم. ببینید بعد اینو بلندش میکنید بعدم در دهان میبرید. البته افرادی هم هستن که نمیتونن به راحتی با چنگال این نوع اسپاگتی رو بخورن. برای همین برای اون افراد که بیشتر اون افراد به اصطلاح گردشگران خارجی هستن از قاشق استفاده میکنن به این شکلی که الان به شما نشون میدم. ببینید قاشق رو میگیرید یه مقدار پاستا مثل دفعه قبل جدا میکنید بعد این بار به جایی که در داخل بشقابتون باشه در داخل قاشق اینو میچرخونید. میبینید به این شکل بله و پاستا رو اینجوری میل میکنید. البته اینم بهتون بگم که در ایتالیا کسی که از قاشق برای خوردن اسپاگتی استفاده کنه به قول ایتالیا کلاس نداره واسه همین حتما استفادهش نکنه. شاید براتون جالب باشه که بدونید ایتالیایی‌ها فقط برای سوپ و آش از قاشق استفاده می‌کنند و برای تمام غذاهای دیگه حتی برنج فقط و فقط از چنگال استفاده می‌کنند. حمید معصومی‌نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.